با سوزان آشنا شوید. معرفی نرم افزار بلندر توسط جناب آقای فرزاد جنابی، تشویقشون بفرمایید. چند نفر اسم نرم افزار مایا یا تیردی مکس رو شنیدن؟ ماشاءالله. چند نفر اسم نرم افزار بلندر رو شنیدن؟ خب همونقدر شد که من تصمیم داشتم که سری دوم مثلا دو نفر دستشون رو بلند میکنم، بعد بگم خب حالا ما میخواییم تعداد این دستا رو زیاد کنیم، ولی خب زایه شدم. ولی اشکال نداره، خب حداقل اسمش رو شنیدین. پس تقریبا همه میدونن نرم افزار بلندر چی هست و چی کار میکنه، ولی باز من توضیح میدم. نرم افزار بلندر یه بسته سه‌بعدی، بسته نرم افزار سه‌بعدیه، یعنی مثل تیردی مکس یا مایا برای ساخت تصاویر سه‌بعدی، انیمیشن های سه‌بعدی، ولی هیچی بهتر از تصویر نیست. من میخوام بهتون نشون بدم با این نرم افزار اول چی کار میشه کرد، بعد بگیم حالا این نرم افزار چی هست و چجوریه. تمامی تصاویر با نرم افزار بلندر درست شد. عزیزانی که این تصاویر رو درست کردن تشکر. این وسط یکی به من سریع گفتش که بابا قرار بود سوزان رو معرفی بکنیم، ما واسه سوزان اومدیم، چه داری یه چیز دیگه میگی؟ با سوزان آشنا شید. سوزان مثل قوری تیردی مکسه ولی توی بلندر. اکثر نرم افزارها یه شکل سه‌بعدی دارن، مثل خرگوش استنفورد، قوری بلندر، قوری تیردی مکس. کار این چیه؟ این یه حجم آماده‌ای برای شما داره، شما میتونید روش تمرین بکنید. مثلا الان من سمت راست با ابزار اسکالپش اینو تبدیل کردم به سوزان شیطانی، میتونید باش متریال بهش بدیم ببینید چه جوری میشه برای موقعی که شما سریع میخواید استفاده بکنید. روی این سوزانم خیلی تعصب دارن، یه سری جایزه هم با همین اسم هستش. نرم افزار بلندر رو که باز میکنین اولین چیزی که میبینید اسپلاش اسکرینشه. این اسپلاش اسکرینش داستان داره. معمولا الان از گوشه سمت چپ بالا اولین ورژن نسخه، اولین ورژن بلندر تا گوشه پایین سمت راست که آخرین نسخه که هنوز ریلیز نشده اسپلاش اسکریناش هست. اسپلاش اسکرینا تصویری توش همیشه معمولا هست که با آخرین تکنولوژی نرم افزار ساخته شده، یعنی به شما میگه که یه قابلیت جدیدی توی نرم افزاره. برای مثال تصویری که مثلا یه دونه گوسفند پشمالو هستش یا اون گربه هست یا تصاویر مختلف نشون دهنده اون قابلیت جدیدی که اضافه شده، و همیشه هم سر این تصویر که کدوم تصویر باشه یه مسابقه شکل میگیره. به خاطر همین همه میخوام ببینن خب اسپلش اسکرین جدید چیه، کار کیه. بریم سراغ قابلیت ها. قابلیت هایی که نرم افزار داره، اولین و بدیهی‌ترین کاری که میکنه میتونی شما باش مدل بکنید، یه حجم، یه شکل، یه محیط سه‌بعدی رو مدل کنید. ابزار اسکالپ داره، احتمالاً اسم زیبراش رو شنیده باشید. مانند مثل زیبراش شما یه سری قلم دارید که میتونید مثل مجسمه سازی دقیقاً هر شکلی دلتون میخواد بدون این توجه به اینکه چه شکلی باید مدلش کرد سری بسازید.
ابزار ریگ و انیمیشن داره. الان توی تصویر صورتی که ریگ شده و حالتهای مختلفو داره. شما میتونید انیمیتش بکنید، توی انیمیشن استفاده بکنید. UV arm wrapping یعنی شما یه حجم سه بعدی دارید، میایید پوستشو باز میکنید، یه سطح دو بعدی بهتون میده و اون وقت میتونید رنگ‌آمیزی بکنید. این رنگ‌آمیزی، این تکسچری که میدید میره روی مدل سه بعدیتون. ماتریال تکسچر، شما ابزار بافت‌های مختلف درست میکنید، جنس‌های مختلف درست میکنید با طرح‌های مختلف. سیمولیشن ها، سیمولیشن دود، آب، آتش، اجسام صلب، مو، پارچه، دیگه یعنی همه سیمولیشن ها براتون انجام میده. الان پشت صحنه توی تصویر ذرات که به عنوان مایه استفاده شده. کامرا آبجکت تراکینگ، یعنی شما یه ویدئویی رو گرفتین، اینو به نرم افزار میدید، نرم افزار حرکت دوربینی که باهاش این ویدئو گرفته شده رو حدس میزنه و شما با استفاده از این میتونید یه آبجکت جدید به صحنه‌ای که فیلم برداری شده اضافه کنید. این اساس کار جلوه‌های ویژه است. تو قسمت آبجکت تراکینگ هم اگه دیده باشید، مثلا دست رو میتونن ترک کنن یا سر رو ترک کنن، کلاه خود روش بذارن یا یه مثلا اسلحه فضایی دست بازیگر کنن. ویدیو ادیتینگ، میتونید شما ویدیوهایی که با همین نرم افزار میسازید یا از جاهای دیگه ساختین بیارید اینجا و با هم ترکیب بکنید، میکسش بکنید. کامپوزیشن هم به معنی هم ترکیب بندیه، یعنی چگونگی چیدمان، هم خود چیدمان. شما با استفاده از نودایی که هستن میتونید تصاویر مختلف رو به نحوهای مختلف با هم ترکیب بکنید. رندرینگ، رندرینگ به معنی اینه که شما محیط سبودیتون، آبجکت سبودیتون رو به یک تصویر تبدیل میکنید، تصویر یا ویدیو. حالا این تصویر ممکنه رئالیستیک باشه، یعنی واقع گرایانه باشه، یا نان رئالیستیک باشه، مثلا کارتونی باشه یا هر شکل دیگه ای. اون دیگه میل خودتونه. گیم انجین، یکی از قابلیت‌های خیلی جالب نرم افزار داشتن گیم انجین داخلیه. یعنی شما میتونید یه بازی ساده رو، لازم نیست خیلی ساده باشه، ولی میتونید راحت توش درست بکنید، اجرا بکنید. من سریع دارم میگم، میخوام بحث پرسش پاسخ اگه میشه تش بزنم. Drawing 2D in 3D، شما میتونید انیمیشن های دو بعدی درست بکنید توی محیط سه بعدی. این یه قابلیت برتری نسبت به دو بعدی در دو بعدی داره. شما دیگه لازم نیست چیزی رو فیک اجرا بکنید، یعنی اگه یه چیزی جلوتره یه چیزی عقبتره، توی انیمیشن های دو بعدی اینو به صورت فیک اجرا میکنن، ولی شما میتونید توی سه بعدی این راحت بذاریدش عقب. یا خیلی قابلیت های دیگه، الان اگه ببینی از دو تا نما راحت و سریع تونسته خروجی بگیره. کتابخونه افزونه ها، مثل اوبونتو که راحت، سیستم عامل های آزاد که می راحت نرم افزارهاشون داخل یه اپلیکیشن منیجر هست، اینجا افزونه ها رو شما راحت توی یه جا دارید، به راحتی برای نصبش فقط کافی تیکش رو بزنید و نصب میشه. فایل فرمت های زیادی هم هستش که هم میتونه باز بکنه هم اکسپورت بگیره، در این حد که حتی از بلندر به عنوان کانورتر استفاده میکنن، یعنی یه نرم افزار یه فایل 3D رو باز میکنن به یه پسوند دیگه تبدیل میکنن. اینترفیس خیلی منعطفی داره، شما راحت هر کدوم از این پنجره رو نمیخواید میبندید، یه پنجره دیگه اضافه میکنید، پنجره های مختلف میذارید، با توجه به نحوه کاری که میخواید باهاش انجام بدید میتونید اینا رو تنظیم بکنید، سفارشی کنید. بریم سراغ کاربردهایی که نرم افزار داره. این قابلیتاش بود برای طراحی و مدل سازی شخصیت، محیط، اشیا، مثل تصویر بالا استفاده میشه. میتونید باهاش انیمیشن های دو بعدی، سه بعدی بسازید، برای اضافه کردن جلوه های ویژه هم به تصویر هم به فیلم. ترکیب ویدیوها و تصاویر که اسمش روتوسکوپیه، یعنی اگه نگاه بکنید اون آبجکت بالا، اون بازیگر محدوده دورش مشخص میشه و با حرکتش تغییر میکنه و شما میتونید از پس زمینش به راحتی جدا بکنید.
یکی از قابلیت‌های خیلی خوبش ساخته استوری بوردای متحرکه. استوری بورد اول ساخته میشه قبل از ساخت انیمیشن که بدونن دقیقاً قراره توی انیمیشن چه کار انجام بدن و شما میتونید استوری بورد رو متحرک بکنید که کامل کارگردان یا عوامل انیمیشن بدونن که قراره چی کار بشه، چه کاری انجام بشه. از این قابلیت تو فیلم اسپایدرمن 2 هم استفاده شد، از همین نرم افزار. ویرایش و چاپ سه‌بعدی مدل ها، سمت چپ لاک پشته که لاکش شکسته بود، با نرم افزار طراحی شد، پرینت گرفته شد. سمت راست هم یه توکایه که منقارش شکسته بود، جفت اینا با نرم افزار برندر طراحی شد و با پرینترهای سه‌بعدی چاپ شد. ساخت رابط تعاملی، عکسی که میبینید پروژه کنجکاوی ناساست که روی سایت خود ناسا هم هست، با نرم افزار بلندر درست شده. شما میتونید ربات رو کنترل کنید، بازوش حرکت بدید و تصویر مثلا دوربینش رو ببینید. حالا چون من میبینم دارم خمیازه میکشن دوستان، یه دموریل دیگه هم نشون بدیم، دموریل سال 2005ش. لطفا این عزیزان رو تشویق کنید. این ویدئویی که دموریلایی که پخش میکنیم رسمی مال خود نرم افزار بلندر هستش، به خاطر این به صورت کامل پخش میشه، ما دست توش نبردیم. میرسیم به پروژه های آزاد. نرم افزار آزاده، باهاش میشه پروژه های آزاد انجام داد. احتمالا اسمشون رو شنیده باشید. Elephant Dream، رویای فیل ها، اولین انیمیشنی که باش ساخته شد. این پروژه آزادی که ساخته میشه خود بنیاد بلندر اینا رو اسپانسر میکنه که یه قابلیت خاصی رو به نرم افزار اضافه بکنه. یعنی برای ساخت این انیمیشن یه چالش میشه که یه ابزار خاصی ما لازم داریم، اونو به نرم افزار اضافه بکنه. بیگ باگ بانی هستش که احتمالاً بیشتر رو دیدین. دومین پروژه بود توی این پروژه، ابزارهای انیمیشن تکامل پیدا کرد. یو فرانکی اولین بازی بود که با بلندر ساخته شد، با گیم انجین بلندر. سینتل ابزارهای رندر و کامپوزیشنش بهتر شدن. تیرز آف استیل اولین فیلم انیمیشن بود، یعنی به صورت جلوه‌ای ویژه به فیلم اضافه شده بود و قابلیت‌های آبجکت و کامرا ترکینگ داخل این پروژه بود که اضافه شد. کمین اندز برای رندرینگ بود بیشتر. پروژه گوزبری با انجین سایکلز، انجین جدیدی که به نرم افزار اضافه شده بود ساخته شد و کیفیت بسیار بالایی داشت. اولین انیمیشن دو بعدی که ساخته شد. و این کمین اندز سه قسمت بود، قسمت سومش اخیراً منتشر شده که باز از انجین سایکل استفاده شده. ابزار بلندر توسط شرکت‌ها و افراد مختلفی استفاده میشه. خیلی‌هاشون اعلام هم نمی‌کنن، به خاطر همین شاید شما زیاد نشنیده باشید، ولی مثلا خیلی از تبلیغ‌های تلویزیونی که توی کشورهای خارجی درست میشه با بلندره. چون اکثرا شرکت‌های کوچیک هستن و توانایی مثلا خرید نرم افزارهای گرون‌تر رو ندارن، یا اینکه می‌بینن قابلیت‌هاش بهتر ازش استفاده می‌کنن.
ناسا خیلی از مدلایی که روی وبسایتش گذاشته پسوندش داد بلندر، با نرم افزار بلندر درست شده. همونجوری که گفتم فیلم اسپایدرمن 2 هم توی قسمت استوری بوردش از نرم افزار بلندر استفاده کرده. جدیدن فیلمی که منتشر شد هاردکور هنری، این فیلم قسمت‌های مختلفش توسط کمپانی‌های مختلف ساخته شده، ولی یه قسمتش کل جلوه‌های ویژه‌اش توسط نرم افزار بلندر ساخته شده. توی فیلم کاپیتان آمریکای 2 اگه اشتباه نکنم یه تیکم از نرم افزار بلندر استفاده کردن برای اینکه ببینن یه ساخته اون موقع خراب شدن چه جوری خراب میشه، یعنی از سیمولیشن بلندر استفاده کردن برای اینکه ببینن باید چیکار بکنن. بدون توجه به اینکه نرم افزار بلندر مجانیه، آزاده، چون ما توی ایران که قانون کپی رایت نداریم، شما میتونید آخرین نسخه مایا رو داشته باشید. پس چرا بلندر؟ بلندر برتری هایی هم داره بدون توجه به اینکه آزاده. حجم کمی داره، وقتی نصب میشه کلا 300 مگه. شما میتونید 10 تا نرم افزار بلندر رو همزمان با هم باز بکنید بدون اینکه توی سرعت کامپیوترتون تغییری ایجاد بشه. من موقعی که یادم موقعی که 3D Max رو می‌خواستم نصب کنم روی لپتاپم 4 ساعت طول کشید. خب این بدون توجه به اینکه شما کلی هم براش پول دادین، شاید شما دوست داشته باشین 4 ساعت وایسین تا یه چیزی به دست بیارین، ولی این نرم افزار بلندر بعد 4 دقیقه نصب میشه. آزاده، خودش خیلی حسنه. چرا؟ چون هر جای دنیا یه نفر بلند میشه خواب میگه من یه ابزار جدید میخوام توی نرم افزار که به درد فلان کار بخوره. مینویسه، میذاره، تایید میشه، داخل نرم افزار قرار میگیره و زندگی رو راحت میکنه. چرا باید شما وایسید که یک سری آدمی که کلی دارن حقوقای میلیونی میگیرن براتون یه کاری انجام بدن؟ شما خودتون هم میتونید مشارکت کنید. بگید من فلان ابزار میخوام. حتی فقط بگید میخوام. دیولپرها هستن، میان بررسی میکنن و میسازن. محیط کارش راحته. من به تمام کسایی که میخوان تازه شروع بکنن این برنامه رو معرفی میکنم. من خودم 3D Max استفاده میکردم، ولی وقتی با این نرم افزار آشنا شدم تازه فهمیدم که چقدر کار آدم میتونه بکنه. و یکی قابلیت دیگه، من تمام قابلیت های بلندر که گفتم آدم احساس میکنه مثل یه سوپه، همه چی ریختن توش هم زدن. اسم برنامه هم همینه، بلندر به معنی همزن، یعنی تمام ابزارهای مورد نیازتون رو گرفته با هم قاطی کرده. پس شما راحتید، هر ابزاری بخواید اونجا هست. لازم نیست از این برنامه اکسپورت کنید تو یکی برنامه، دوباره اکسپورت کنید تو یکی برنامه. ولی با وجود اینکه همیشه توی سایه بوده، مجبور بوده که با ابزارهای دیگه برهم کنش داشته باشه. پس میتونه مثلا به خاطر همینه که فرمت‌های مختلفی رو باز میکنه. این تنها عکسیه توی این اسلایدها که عکسه، بقیه تصاویر همه با نرم افزار بلندر درست شده بود. این آقا مدیر عامل بنیاد بلندره، اولین نفری هستن که میشه گفت پدر بلندرن ایشون. تمام هماهنگی ها، مذاکره با اسپانسر ها، هماهنگی دیولوپر ها، همه اینا رو ایشون انجام میدن. تهیه کننده و کارگردان بعضی از این پروژه های آزادی که گفتیم هستن. بنیاد بلندر هم فعالیت‌های زیادی می‌کنه. یه سری وبسایت داره برای جمع کردن آدم‌های آماتور، یه سری وبسایت داره برای جمع کردن آدم‌های حرفه‌ای که بتونن با هم کار بکنن، فریلنس بتونن پروژه بگیرن از جای مختلف. بتونن کاربرای آماتور و حرفه‌ای با هم صحبت بکنن. یه سری پلتفرم داره برای کدنویسا، دیولپرا که بتونن قسمت‌های مختلفی که کار می‌کنن اونجا آپلود بکنن، اتوماتیک تست بشه اگه خرابه، اگه مشکلی داره. توی خارج بلندر خیلی آشناست. به هر کی بگیم بلندر میشناسه. حالا اینجا شما همه شناختید. ولی خب اگه توی اتوبوس یکی بپرسید بلندر چیه مطمئناً نمیشناسه. میگه آره ما دوتاشو بلکندکر شما مثلا خونه داریم با شیرموز درست میکنیم. توی آمریکا، توی کشورهای دیگه چون نرم افزار رایگانه خب خیلی میان سمتش. چون شما میخواهید تازه شروع کنید. 6000 دلار ندارین پول مایا بدید. میایید از این شروع میکنید. بعد ببینید چه خوبه، خب همینجا میمونید. آماری که گرفتن برای چاپ سه‌بعدی بیشترین نرم افزاری که استفاده میشه نرم افزار بلندره، ولی توی ایران کسی نمیشناسدش. سالهای خیلی قبل 5-6 سال پیش یه سری از دوستان سعی کردن بلندر رو بشناسونن، ولی خب چون استقبال نشد کلن جمع کردن. حالا ما دوباره داریم شروع میکنیم، ما منظورم کل کسایی که دارن فعالیت میکنن، دوباره اینو بشناسونیم بتونه استفاده بشه،
محبوبیتش بیشتر بشه، چون واقعا نرم افزار خوبیه، اگه شناخته بشه میبینن که نرم افزار بسیار خوبیه. پتانسیالای خیلی بالایی داره. الان من با توجه به کارم کسای زیادی میبینم که با نرم افزارهای دیگه مشکل دارن و فکر میکنن خب دیگه همینه دیگه، همه دارن همین کار کنن، من باید همین کار بکنم. ولی از نرم افزار بلندر میتونن خیلی جاها استفاده بکنن. میتونید شما مثلا محصولی توش طراحی بکنید، رندر بگیرید، اشکالاتش رو پیدا بکنید با سیمولیشن، بذاریدش روی محیط واقعی، مثلا ساختمونی بسازید داخل محیط واقعی قرار بدید، فیلمی ازش بسازید به کارفرماتون نشون بدید. قابلیتاش واقعا زیاده، ولی باید کشف بشه. یعنی به شما یه سری ابزار میده، شما میتونید با استفاده از اینا کار مختلف بکنی. و برای حسن ختام هم من دموریل 2016 نرم افزار رو نشون بدم و بعد پرسش و پاسخ. عزیزانی که این تصاویر رو درست کردن تشویق کنید. دوستان یکم سریع گفتم چون برنامه هم عقب هستیم، پرسشی سوالی اگه کسی داره من در خدمتتون هستم. سوال پرسیدن که کاملا آزاد هستش یا برای استفاده محدوده. این نرم افزار برای کلیه استفاده ها، شخصی، آموزشی، تجاری، آزاد هست. حتی شما میتونید نرم افزار رو دیولپ کنید، ریبرندش کنید، یعنی اسمش رو عوض بکنید به عنوان نرم افزار دیگه بفروشید. فقط باید عنوان کنید که این نرم افزار بیسش بلندره، چون مثلا توی چین این کارو میکنن و نمیگن که بلندره، به عنوان یه نرم افزار دیگه کامل میفروشن. ولی شما میتونید اگه عنوان بکنید بلندره میتونید دوباره مجددا بفروشیدش. پرسیدن که کمبودی نسبت به 3D Max و مایا داره یا نه. حتما داره. شما فکر کنین یه نرم افزاری که خیلی ساله داره ساخته میشه با بودجه هنگفت به دست آدمای حرفه‌ای، با یه نرم افزاری که مدت زیادی نیست ساخته شده، بودجه آنچنانی نداره و کسایی مثل شما دارن دیولپش میکنن، قطعاً کمبود داره، ولی کمبودش رو دیده، شناسایی میکنه و به بهترین روش حلش میکنه. شاید نرم افزارهای دیگه رفته باشن، جاهای مختلف خورده باشن، برگشته باشن، یعنی اشتباه زیاد کرده، ولی این داره راه کوتاه و درست میره. به خاطر همین سرعت پیشرفتش واقعا وحشتناکه. یعنی شما توی هر نسخه، همه منتظرن ببینن نسخه بعدیش کی میاد، ابزارهای جدیدی که توش داره چیه، چون به شدت داره تغییر میکنه. سوال پرسیدن که تحلیل مکانیکی هم انجام میده یا نه. خیر، ما نرم افزارمون دو دست است، مهندسی، گرافیکی. این کلا توی بخش نرم افزارهای گرافیکیه، به خاطر همین تحلیل مهندسی نمی کنیم. ولی سیمولیشنی که داره، حالا برای مثلا دود و مایعاتش تقریب خوبیه، ولی شما بر اساسش نمیتونید کار مهندسی بکنید. پروژه خیلی وقته که شروع شده، ولی پرسیدن که از چه سالی شروع شده. پروژه خیلی وقته ولی
به عنوان یه نرم افزار داخلی استفاده می‌شده برای یه شرکت. یه شرکت برای کارهای خودش شروع کرده ساخته، بعد گفته خب بذار من اینو منتشرش کنم و با استقبال مواجه شده. از موقعی که منتشر شده نزدیک 14-15 سال می‌گذره.